اینی نمونه. خب بیاین که اول همو چیز بگیریم، دیوال بگیریم که در قسمت تمپلیت هم اول دیوال میانه ستیر باز باد از اومه، اول دیوال کار میکنیم باد از اون. خب این یک نمونه دیوار است، البته این وایداتش هم تفاوت داره، فرق داره. تا بالا ما شما در کیلوگرام متر یا کیلوگرام سانتی متر کار میکنیم، این مثال در سیستم امپریال کار کردیم که اون وایداتش فوت و پاوند و اینچ است. یک دیوال در نظر گرفتیم که 15 فوت ارتفاعش باشه و 30 فوت هم درازیش باشه و 1 فوت هم زخامت داشته باشه و اینی قسمتی که اینجا وارد شده واتر پرشر است، فشار آب است که 62.4 پاوند بر فوت مکعب است. صحیح؟ سر دیوار وارد شده و کسی که در دیپارتمنت هایدرولیک ساختمان هایدرو تکنیکی خوانده باشه میفهمه که پرشر آب، فشار آب به شکل مثلثی عمل میکنه سر ساختمان، این شکل مثل فشار چیز است، خاک است. صحیح؟ فشار آب هم به این شکل عمل میکنه سر ساختمان. حالا در محاسبه بنده و گپا یارا باز خوانده میشه و یا مونه باز به شکل نقطوی که تبدیل میشه در یک بر 3 سیزی، اما مثل که در مرکز ثقل مثلث پیدا میکنه معنی شکل عمل کرد از یام در نظر گرفته میشه. حالا چیزی که در اینجا نو است، یکی خمی تمپلیت خود دیوال است سیز و دیگه وارد شدن فشار به این شکل مثلثی. البته ما شما به شکل خطی وارد کردن یاد گرفتیم که بار وارد میکردیم، اما این به شکل سطحی است و پرشر است، فشار است. صحیح است؟ یعنی با دیوال باید ما مشخص کنیم که این قسمت بالای ازی پرشر صفر است، این به تدریج تا قسمت آخر زیاد شده رفته. خب چیزایی که در این قسمت داده شده مدل ارتجاعیت است. خب این مدل ارتجاعیت 3600 کیلو پاوند بر اینچ مربع است، مدل ارتجاعیت ثابت کانکریت است که ما شما از واحد کیلوگرم سانتی متر به این تبدیلش کنیم این چیز میشه. صحیح است؟ همون چیزی که پروگرام ثبت در نظر میگیره و ضریب پاسون هم 0.2 است. مارک 4 کیلو پاوند بر اینچ مربع است که اگه ما شما در سیستم متریکی حساب کنیم همون 200 ما شما میشه و بالاخره وال تکنس خو انجام داده شده که زخامت دیوال 1 فوت. صحیح است؟ اینو تک نمونه را ما شما امروز میخوایم که کار کنیم و ببینیم که تحت از این فشار آبی که سر از این دیوال عمل میکنه چه رقم دفلکشن میکنه و بالاخره ببینیم که فشار در کجای زیاد وارد میشه. خب فشار که به شکل مثلثی باشه طبیعی قسمت بالا باید فشار کمتر متحمل شود و این پاوان که بار سر زیاد شده باید فشار هم بیشتر بگیره. اینی را باز ما شما میبینیم که آیا متر است واقعا یا نه. خب میریم در پروگرام سب وایدات دیگه از کیلوگرم متر و کیلوگرم سانتی متری نیسته، گفتیم وایدات باید به سیستم امپریال باشه. خب اول که مدل تعریف میکنیم سعی کنیم ابعاد از این به فوت داده شده. صحیح است؟ پس این قسمت ما شما باید که واحد به کیلو پاوند انچ یا کیلو پاوند فوت تیار بسازیم. سایز حالا چون واحد ما شما اینجا ابعاد به فوت داده شده، پس این قسمت ما اینو میگیرم کیلو پاوند فوت این از اینجا. صحیح شد؟ و میرم سر نیو مدل و از نیو مدل میایم وال انتخاب میکنم. حالا وال که انتخاب کردم تمپلیتش به این شکل ظاهر میشه. ما در این صفحه میبینم که طول از این 30 فوت است و ارتفاعش هم 15 فوت است. پس چی کار میکنم؟ در قسمت نمبر آف دیویژن در جهت محور X ما میگم که در جهت محور X بر ما گویا 30 فوت یعنی 30 تقسیم کو و هر تقسیمش یا 1 فوت باشه. صحیح است؟ یعنی جهت X هم 30 قیمت شم میدم و جهت Z هم 15 میدم. صحیح است؟ حالا دیویژن ویت در جهت محور X 1 باشه و در جهت Z هم 1 باشه که 15 است که وقتی یک تقسیمات کنه 15 فوت در جهت محور Z میشه و 30 هم در جهت محور X. صحیح است؟ خب اون اگه اندازه متفاوت باشه باید ازش استفاده میکنیم، اگه نه که نباشه اندازه ما چون صحیح است که از قسمت استفاده نمیکنیم و ریسترینت از اینو غرض نمیگیریم. سر اوکی کلیک میکنیم. خب حالا مجرد که سر اوکی کلیک کنیم سعی کنیم که تمپلیت دیوال به این شکل بر ما شما نشان داده شد که در جهت محور X 30 تقسیمات شده یا 1 فوت فاصله بینشان است و اتکای کلش به شکل سخت است. صحیح است؟ از دیوارهای استنادی اتکایش به شکل سخت به نظر گرفته میشه و در جهت محور Z که بالاست اون 15 تقسیمات شده. صحیح شد؟ خب مدل ما شما ساختیم بسیار ساده، اونجا رفتیم و نعباد شبرش دادیم دیگه کار نداریم. مرحله دوم که مربوط دیفاین میشه، حال در دیفاین ما شما میبینیم که در اینجا مثلا مدل ارتجاعیت و کیلو پاوند بر اینچ مربع داده شده، مارک و کیلو پاوند بر اینچ مربع است که به این خاطر ما شما باید واحد از کیلو پاوند فوت به کیپ انچ تغییر بدیم. صحیح است؟ این از این قسمت ما میمپسیره keep inch میگیرم. خب حالا میام در define
ده ماتریال. صحیح است؟ خب ده اینجا سیخ ضرورت نیست دیگه، سیخ ضرورت است، ضرورت است. تنظیمش میکنیم. 4000 PSI گرفتم، کانکریت است. این کیلو پاوند اینج، صحیح کنین 3604، من گفتم 3600 کیلو پاوند اینج مربع، مدل ارتجاعات ثابت کانکریت است که پروگرام ثبت نظر میگیره. این 3600 اینجا میتونم 0.2 اتومات گرفته و این چیزش مارکش اینجا خودش 4 گرفته. اگه من ایره تغییر بتم با کیلوگرام سانتی متر کجاست کجاست سعی کنید. خب 281 شد. سعیست چون ما شما دیوار سنادی را گرفتیم، مارکش یکمه که بالا در نظر گرفتیم، 4 کیلو پاند بر اینچ مربع، معادل به 280 مارک کیلوگرام بر سانتی متر مربع میشه. خب ما شما چون مارک 280 نداریم، در صورتی که در این سیستم کارش کردیم بزرگ 250 میتیم. دو سد اشتاد یک ها نداریم ما شما در سیستم که میتری کار میکنیم در این سیستم نیست نه؟ تبدیلش قدر میشه اما نداریم اک. باز ما شما 250 استفاده میکنیم این در این سیست؟ این از این قسمت که ما پس همو ایر انتخاب کنم سعی کنیم اوتوماتی 4 تنظیم شد سعیش و وزن نجمیش هم شما اگه در اینجا نمیفهمین که مثلا در این واید چقدر میشه چی کنین برین واید و کیلوگرام سانتی متر تغییر بتین این اینجا صحیح است؟ کیلو نیوتن شده کیلوگرام این از جیره 2400 بسازین با پس واید پس تغییر بتین مشکل نداره صحیح است؟ از کانکریت اون کل کارهایش سر برش جور شد سیس؟ اوکی وانا میدریم سر مارک سیخ ایره ریبار میگیریم این حالا برای تبدیل از دیگه من نمیفهمم مثلا مارک سیخ چقدر بتم در این سیستم ولی میفهمم که در سیستم دیگه 2800 بتم برش پس ایره چی کار میکنم میرم واید تغییر میتم با کیلوگرام سانتی متر 7849 و 7850 تغییر میتم و ایره همون 2800 تغییرش میتم مشکل نداره صحیح شد و بازم اوکی میکنه میشه صحیح شد نه دیگه چی کار میکنیم باید بریم برش سکشن خود دیوال برش تعریف کنیم چون اینجا بیم نداریم یا کالم نداریم سکشن دیوال باید معرفی شد سکشن دیوال از کجا معرفی میکنیم برش از دیفاین سکشن پراپرتیز و فریم سکشن ایریا سکشن ایریا سکشن خب اینجا شلم میگیریم اد نیو سکشن مثلا میرا کانکریت وال میمونم یک فوت است نه اینا رو من نمیفهم که یک فوت در سیستم چیز چقدر میشه زخامت برای چند متر که اینجا شل تک بگیریم یا شل تنه صحیح است پس چی کار میگم در اینجا میام دابل کلیک میکنم صحیح است قسمت چیز ازی خب من نمیفهم فعلا که شل تک بگیریم یا شل تنه در این قسمت شف دابل کلیک میکنم در این قسمت من میگم که یک فوت صحیح است از این قسمت میایم کیلوگرام سانتی متر میگیرم و کالکولیت میزنم چی گپ شد ایلیگال والیو ایلیگال والیو ایلیگال والیو خب یک نشته کنیم و ایره کالکولیت کنیم بگی خود شکشید خب خب یک دقیقه صبر کنیم در اینجا در اینجا ما و شما میگیم که چی کنیم فوت اینا نه نشد خواه چی کار کنه مک؟ خواه خواه ایچ از اینجا تیر میشه مک چی که پس اینجا اگه من نشته کنم که یک فوت خواه یک فوت مشکل نداره مثلا من نشته میکنم 30 سانتی متر صحیح است که با فوت چقدر میشه با فوت میشه خواه اینجا اینچ هست اینچ هست اینچ هست اینچ هست یعنی یک فوت از 30 سانتی کم بشه زیاد خلاص زیاد که بشه خواهی نشله تکه بگیریم خلاص دیگه چی هزار رو بیتید سعیست؟ اینجا من نشته میکنم یک فوت اوتوماتو به اینج تغییرش میده 12 اینج سعی شد؟ اینجا من یک فوت کانکریت وال و از جنس کانکریت در نظرش میگیریم اوکی میکنیم سعی شد؟ اینه اوکی
این جنجال ها را داره دیگه. خب در سیکشن پراپرتیز دیگه ما شما چیز کار نداریم. مختر برش سیکشنش مختش یک کس نباشه مثلا سرش زخامت میتین؟ خواه زخامت از ایره که میتین این شاید در نظر ما از قسمت فریم سیکشن خب برای گادر است. ما ای را میبینم ای را میشه ما میبینم ای که آیا مقطع دی آره میتونیم متفاوت بتیم یعنی از گادر آخو میتونستیم مشکل نبود نه ایرم امروز امشب سرش کار بکنم. خو خیره باشه مقطع را برش معرفی کردیم. آره چیزی که معرفی میکنیم سعی کنین ما در مثال دارم که این فشار به این شکل مثلثی سر از عمل کرده صحیح است. این حالا ما چی کار میکنم میایم در این قسمت صفحه اصلی پس کل مدل انتخاب میکنم به این شکل از این قسمت میایم در چیز the join pattern صحیح است. این هم یار اتکای که اینجا است این قسمت پایان و این اتکایی که مثلا در بین از یاست این کل از یک جوینت است صحیح است. این فعلا این جوینت ها رو به شکل چیز در نظر گرفته دیفالت در نظر گرفته که خودش بار آورد میکنه. اما چی کار میکنم با میخواییم که ما میخواییم که به این شکل مسابقه سر از این بار عمل کنم یعنی اینجا پریشار سطر باشه اینجا عظمی باشه. باز بالا کنم من چی کار میکنم؟ این جوینت ها رو نامش تغییر میدم که باز بعد نظر به این نام ما پریشار سر از وارد میکنم صحیح است؟ نام از این رو من مثلا میمانم خب او فشار آب بود مثلا میمانم نامش W یا هایدرو پریشار میمانم هایدرو پریشار صحیح شد؟ add new pattern میکنم این حال چی کار شد؟ اینمی اتکا تقریبا بیشتر نامش دیفالت بود به شکل دیفالت فشار وارد میکرد اما این حال من میتونم به دلخواه خودی فشار وارد کنم در کدام؟ در هایدرو پریشار صحیح شد؟ خب ایرم اوکی میکنیم و در قسمت لود پترن خونه دید لود و لایب لود برش معرفی میکنین مشکل نداره و میتونین برش کمبینیشنش هم تعریف کنین در قسمت یک اشاری چار یک اشاری خب دیفاین خلاص شد کارش. اینا رو میهیم در قسمت اساین. در اساین پس باید چون اینجا سگن که پرشر که در اینجا وارد شده با خب فوت مکعب است اما واید ما شما با چی است به اینچ است باید را با کیپ فوت تغییر بدیم. این از این قسمت من میگیرم کیلو پاوند فوت. خب چی کار میکنم؟ حالا باز کنترل ای سلکت آل میکنم از قسمت اساین در ایریا میایم سکشن برش اول معرفی میکنم میگم کانکریت وال است. خب سکشنش معرفی شد. حالا چی کار میکنم؟ باز میام کل از این انتخاب میکنم به این شکل در قسمت اساین میایم بیشتر من امو جوینت ها رو نامش هایدرو پرشر مونده بودم نه؟ این حال در قسمت اساین میایم در جوینت پترن صحیح است؟ در جوینت پترن میایم این حال من میخواییم که فشار در دیفالت وارد نکنم نظر به هایدرو پرشر وارد کنم صحیح است؟ خب در قسمت کامل من حال در اینجا کانستانت A, کانستانت B, کانستانت C و کانستانت D با در قسمت بالایش هم نشته شده که محاسبه از یا چرا خم صورت میگیره AX جمع BY جمع CZ جمع D خب مارکر نیست در میجه برتان من نشان میتون سعی کنین فرض کنین یک دیوال است. خب اینی جهت محور X است اینی بالایش هم جهت محور Z میشه صحیح است و اون طرف هم اگه در نظر بگیریم جهت محور وای میشه. خب حالی فشاری که ما شما در مثال خود داریم این فشار نظر به محور زیت وارد شده نه؟ نظر به محور زیت بالای محور زیت وارد شده یعنی در قسمت محور X و محور Y به این شکل از بالا به شکل مثلثی عمل نکرده بلکه به استقامت محور زیت به شکل مثلثی عمل کرده. پس در این قسمت ما شما در محاسبه از این بار نشته از AX در جهت محور زیت X ما شما بار ما به شکل مثلثی عمل نکرده اینجا در قیمت چقدر از نمیگیریم صحیح است؟ بی کانستانت بی مربوط چی میشه؟ ضریب وای میشه در جهت وای هم عمل نکرده بلکه در جهت چی عمل کرده؟ زیت عمل کرده صحیح است؟ یعنی پرشار به این شکل عمل کرده سر محور زیت. پس ما شما میگیم که اینمی ضریب باید که ضرب چی شوه؟ قیمت کانستانت سی باید قیمت بدیم فکرتان است؟ چون به شکل مثلثی در جهت محور زیت عمل میکنه و کانستانت دی چی است؟
باز دیوال رسم میکنم. حالا کانستانت سی مایی را فهمیدم که باید پرشار در قسمت محور زید به این شکل عمل شود. اما اینال باید برش مشخص کنیم که در قسمت بالای زی صفر است قیمت و در قسمت پایان قیمتش اعظمی است یا همو ارتفاع دیوال است که 15 داده میشه. اینال ما چی کار میکنم؟ خوب متوجه باشین که این نقطه کمک مهمتر است، مهم است. من اینجا قیمت از زیر منفی 1 میتونم و کانستانت دیر 15 میتونم. این به این ماناست که اینی دیوال است، صحیح است. منفی 1، خب پیش از اینکه من قیمت منفی 1 براتون تشریح کنم که چی هست، وایدش باید بفهمیم. واید کانستانت ای، کانستانت بی و کانستانت سی 1 بر طول است. طول دیوال یا ارتفاع دیوال 15 فوت بود نه؟ این 1 بر طول است، یعنی منفی 1 بر 15، یعنی این قیمت منفی 1 که ما وارد کردیم به شکل ثابت سر از دیوال اینی سو عمل میکنه. این جهت خب رخش اینی سو نست خلاص تا آخره، صحیح است. منفی 1 که ما وارد کردیم به این معنا که این منفی واید از 1 بر طول است، صحیح است. یعنی اینی به اندازه طول چقدر بود؟ 15 بود، یعنی به جهت مخالف ای 15 واید عمل میکنه، صحیح است. اما ما چی کار میخوایم؟ ما میخوایم که ای به شکل مثلثی عمل کنه. ای به شکل مستطیلی شد نه، ما میخوایم این به شکل مثلثی عمل کنه. پس حالا چی کار میکنم؟ این 15 که دیگه قیمت دادیم، هدف از این عمل کرده بار به این شکل است. کانستانت دیره برش گفتیم نه؟ قیمت 15 که گفتیم به واحد است، یعنی تو یک حالت خوب مارکر که نماشه نمیستر تخلی هیچ مشکل است. یعنی عزیز تمامی که قیمت دیاگرام یه جور میکنیم، حاصل جمعشان پس به شکل مستدستی شما حاصل جمعشان پس به این شکل عمل کنه، به این شکل که اینجا 15 باشه قیمتش، جهتش ایسو باشه و اینجا چی باشه؟ صفر باشه، صحیح است؟ و اینجا صفر باشه. مارکر که نباشه مشکل نداری. خب من بیا گفتیم چون جهت مخالف هسته به این شکل عمل کرد ایسو، ولی ما شما میدم که به این شکل باشه، یعنی اینجا قیمت صفر باشه، اینجا چی باشه؟ 15 باشه، صحیح است؟ و این بار دیگه که عمل میکنن در قسمت دیگه بر 15 واحد داده به این شکل که عمل کرد بار به این شکل باشه. این دو دیاگرام را جمع کنی، این دیاگرام را بطلق کرد، صحیح است؟ عدمش این چیز است؟ کانستانت A در جهت محور X چیز نداریم، B در جهت محور Y چیز نداریم و کانستانت C در جهت محور Z است که این قیمت دادیم که منفی یک با این مانو مخالف جهت عمل کنن و این قیمت 15 به این خاطر است که ما شما دیاگرام دیگه که حاصل میشه که از این دیاگرام جمع شده که حاصلش به این شکل یک دیاگرام داره، صحیح است؟ مارکر نم صحیح سر تخته برتم میگفتم اون مشکل ایجاد کرد. خب این قیمت رو برش دادیم، حالا اوکی میکنیم میره. خب حالی رو اوکی کردیم، سعی کنین حالا من این سفر کلان میسازم ببینین که آیا همه تیه کار شده یا نه. یک قسمت از این رو من نزدیک میکنم. خب این اندازه از این خوانده نمیشه، اینجا خوب خوانده میشه. اون قیمت که من منفی یک دادم مخالف جهت و 15 رو هم جهت دادم میده تا گفتیم جمع شده دیاگرام به شکل مثلثی عمل میکنه، یعنی از طرف بالا به طرف پایین پرشر زیاد شده میره. این سعی کنید در چوکات اول پرشر اندازش یک است، در پرشر دو در چوکات دوم یا در قسمت دیوال دوم دو شده، این بالا حرکت کرده ببینید چی میشه، 3 شده و 4 شده، قسمت آخرش که ببینید قیمتش 15 شده، صحیح است؟ یعنی جهت به شکل چی شد؟ مثلثی شد. اینا فهمیده شد؟ این مثلا هم که فهمیده شد، ما مقطع دیوار هم برش تعریف کردیم و نوعیت عمل کرده پرشر هم برش معرفی کردیم. حالا چیکار میکنیم؟ این فشار رو برش وارد میکنیم. حالا گفتیم فشار باید مثلثی عمل کنه، اما برش نگفتیم که قیمتش چقدر باشه، صحیح است؟ خب پس من این کنترل ای سلکت آل میکنم، میایم در اساین در ایریا لود و در سرفیس پرشر،
اساین ایریال سرفیس پرشر، یعنی فشار به شکل سطحی سرازی عمل میکنه. خب این انتخاب کردم، اول نوعیتش مشخص میکنم که پرشر که عمل میکنه آیا دد است یا لایو است. خب معمولا فشار آب اگه به شکل چیز باشه متغیر نباشه رو دد لود در نظر میگیرن، بار مرده صحیح است نه، ولی اگه باز مثلا متغیر باشه باز لایو لود میگیرن، مشکل نداره. خب حالا من میخوام که بار وارد کنم سر از این نظر به چی؟ نظر به جوین پترنش، یعنی نظر به اینمی که من تقسیمات کردم که از بالا به طرف پایین مثلثی باشه. خب اینجا اد تو اگزیستنت فعال میکنم و اینجا قیمت شو برش میتونم. کدام قسمت هم میگی؟ پترن. آه آید صحیح است، آفرین. خب حالا سعی کن که فشار آب چقدر وارد شده؟ 62.4 LBS بر فوت مکعب. این حالا من در این صفحه میایم شفت هم واکم میگیرم، یا اگه دبل کلیک میکنم که واید از این چی هست. سعی کن واید از این، چون فشار به شکل سطحی عمل میکنه صحیح است، پس واید از این چی هست؟ فورس بر لن مربع است. اما در مثال بر ما شما این را داده که به شکل چیز عمل کنه، باید سه بودی عمل کنه، یعنی وایدش بر فوت مکعب باشه. حالا دیگه اینجا یک مشکل دیگه هم پیش شد که واید از این بر مربع طول است، اینجا مکعب طول است. پس تفاوت بین از این چی هست؟ ما شما این قیمت در نظر میگیریم 62.4، باز هم اینجا مجبور کارش کنیم، 62.4. خب صورتش غرض نداریم، صورتش یک چیز است، واید از این چی هست؟ فوت مکعب است. یعنی این حالا ما در این قسمت ملتیپلایر در قیمت از این باید یک قیمت بتوم که تفاوت نکنه، یعنی سطحی و خطی وقتی که تبدیل شد تفاوت نکنه، همین قیمت 62.4 به دست بتر. پس من چی کار میکنم؟ در اینجا واید از این فورس بر لن مربع است صحیح است؟ اگه من این را تقسیم صد کنم، این عدد تقسیم صد کنم، یعنی 0.624 خب ال بی بر فوت مربع میشه صحیح است؟ خب اگه این را من ضربه، خب خب این حال تفاوت بین چیز است، وقتی که ما میخوام این دو تا رو تغییر بدم میره ضرب 100 اگه کنم 100 صحیح است، و چیز کنم میره 62.4 میشه و ال بی بر فوت مربع است. اگه اینجا ما وارد میکنمش وقتی که این قیمت ما برزی بتم، خب اینی فوت مربع نیست میخی گد و شده است پیشم گدوات به این شد که اینی قیمت 0.624 که ما اینجا در نظر گرفتیم، ایده اینجا اگه ما وارد کنم وایدش فورس بر لن مربع می باشه، اما بر ما شما در سوال داده که باید وایدش ال بی بر فوت مکعب باشه صحیح است؟ یعنی اینمی قیمت که ما تقسیم صد کنم اینمی با فورس مربع تبدیل میشه، فورس بر لن مربع تبدیل میشه. ما اگر رقم گیت شدم با شما در خانه سر ازی فکر کنید که چطور میشه. نه خب مونگ تدل توایل های چه باید 62.4 ال بی بر فوت مکعب واردسی، اما پا اصل پا پروگرام که واید فوت مربع ده لن مید آه لن مربع میشه صحیح است. ما ایره گفتم نه اینال دین خود پروگرام هم که هست، در خود پروگرام هم واحدش فوت مربع است. یعنی میگی مکعبش مربع بگیرم. یعنی بخی کار من رو آسان کردیم. کار من رو آسان شد. اوکی. خواهی عمل کرد. دیگه چیز نمون دیگه. بار هم آسان شد و نویت شم. او یک کار از پیش ما غلط شد، یک کار غلط شد، ما پس کنترل زی میکنم، کنترل ای در اساین یک کار حل کردیم و یک کار دیگه ماند. خب این را برش دادیم و گفتیم نظر به هایدرو و لایف لود. اما اینجا سعی کنید یک چیز دیگه به نام فیس است، یکی تاپ است، یکی باتم است، 1, 2, 3, 4، یعنی اگه عنصر سه بودی 6 جهت داره صحیح است. میگه این 62.4 آیا از بالا سرازی عمل میکنه، از پایان عمل میکنه، یا فیس یک، فیس یک مقابل است، فیس دو پشت سرش است. ف
فیس 3 طرف راستش است و فیس 4 طرف چپش است. عالی به این شکل مقابل عمل میکنه. پس باید تاپ و باتام نگیریم، باید چی رو بگیریم؟ یک رو بگیریم. یعنی در فیس روبری سر از عمل میکنه. و این هم اوکی میکنه. منال صحیح شد. مرحله اساین هم گفش خلاص است. در انالایز میم ست انالایز آپشن. خب اگزی پلان است و F5 مدل شامل محاسبات نمیکنیم و رن میکنیمش. رن میکنیمش. خب این استک اگزی بود. این است اگه این نیزایت این یا مکس دو بودیست. خب مثال بیستم است کانکریت وال سیوش میکنیم. انیمیشن شکل ببینیم چرا تشد. خب این نظر به چی است؟ این نظر به دیدلود است. نال بیایی که نظر به لایو لودی رو ببینیم که چی رقم کار میکنن. دیسپلی شو دیفول شیپ نظر به لایو لود اوکی. تو باشه نظر بردوشی باید به شکل چیز عمل کنه. ای تو شورش بتا اما این چرا من همه شب کار کنم میرم کار دو دینجا کما که. خب بیایی که اگه فچیزش رو ببینیم فشار که سرش وارد کنه. اگه فشارش هم غلط کشده بود ما شما دونم قسمت جهت ها اشتباه کردیم. اگه نیک فشار صحیح کشده بود اگه گفت ما صحیح اکس زایتی را ایار میسازم جهت غلط انتخاب کردیم ما شما. چون در اون قسمت اگه ما جهت صحیح انتخاب میکردم این به این شکل عمل میکرد. چون به شکل مثلثی است اگه از بالا چیز شد به این شکل عمل میکرد و این قیمت ها رنگ هایی که در این پایان داده شده در این قسمت بالای از این که ما شما حرکت میکردیم قیمت باید بخی صفر میشد. اما اونجا سعی کنید در داخل چوکات قیمت برتون داده سعی کنید بالا باید قیمت صفر میشد چون او عمل کرد به شکل مثلثی اما که در قسمت بالای باید بخی صفر میبود و اعظمیش باید در پایان میبود. صحیح است. یعنی قسمت پایان باید این رنگ آبی تیزه برای خود میگرفت و یک قسمت بالا باید مکمل به اینی رنگ بانجونی رنگ میشد. اما این یک قسمتش به این شکل است و یک قسمتش این رنگ متفاوت به خود گرفته. دون قسمت جهت ها از ما شما اگه اشتباهک شده صحیح است. یعنی مثال خیره دیگه کمک من امروز گیت شدم. شما که تون دوباره تکرار کنین کار کنین و دقیق کار کنین. از پیش ما خونم یک خمارکر نبود سر تخته دیگه. اینو یک چیز هست که یعنی نظر به پرشر آب که ما شما کار میکنیم این باید به شکل مثلثی عمل کنه. باید به این شکل عمل چیز کنه دفلکشن کنه. اما این از بالا دفلکشن کرد. صحیح است. اون یک مسئله بود. یعنی این یک نمونه از دیوار بود که در کجا استفاده میشه.